رفیق میز شما آماده این بله 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 رفقای دیگه اگر مشکلی هست به من اطلاع بدین اگه نه که من شروع کنم دیگه خب شروع میکنیم رفقای دیگه هم بالاخره ار راه میرسن دیگه رفیق میز سلام مجدد خدمت همه رفقای حاضر امشب بخش دوم بحثمون رو با رفیق کامیز داریم در مورد مارکس و مفهوم آزادی بخش اولش به نظریات خود مارکس پرداختن امروز فکر کنم میخوام به نظریات دیگران هم بپردازن اونجوری که دفعه پیش وعده دادن امیدوارم بحث خیلی خوبی داشته باشیم رفیقمون کامیزم کسالت دارن ولی لطف کردن با وجود این تشریف ها بردن امیدوارم بتونیم بسیار زیادی فشار رویشون نذاریم تشکر از شما مجدداً رفیق کامیز عزیز شما لطف کنید شروع کنید بحث رو خیلی ممنون از اینکه این, این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم که بتونم این بحث یه مقداری بازش بکنم که در واقع یه مقدمه به سلسل بحثایی که میخوایم بذاریم راجع به مارکس <تصفح> چون فکر میکنم این مقوله آزادی مقوله مرکزی توی تفکر مارکس برای همین ب... به این خاطر که میگم که فکر کنم یه مقدمه به تمام بحثایی که میگم یعنی هر کتاب مارکس که ما بخوایم به دقت مطالعه کنیم میبینیم الابوریت کرده بحث داده همین مفهوم آزادی رو و به کارش برده در مورد نقد یکی از نهادها یا دو تا از نهادهای جامعه داری اینجا ما میخوام بگیم به طور کلی چیه. من تو نظرم بود که یه مقداری بحث مارکس رو در رابطه با یعنی تفاوت ها و وجوه تشابه بحث مارکس در مورد آزادی رو با بحث لیبرال بررسی کنم از یه طرف دیگه با بحث دموکرات ها یعنی تئوری دموکراسی که با هم متفاوتن دموکراسی و لیبرالیزم البته همونجور که میدونیم و بعد با اگر فرصت بشه با آنارشیستا و با اگزیستانسیالیست ها و فمینیست ها تا دیدم این بحث بهتره که در ضمن خود خوندن تک تک اون تکست هایی که ما میریم توشون بهشون بپردازیم خیلی روشنتر میشه چون اینجوری به نظر نمیاد که صرفا یه بحث سیاسیه مال مارکس اگرچه یه بود بزرگش بحث سیاسی یعنی نقد به سیاست و حقوقه ولی کردم یه مقداری بازم همون قضیه تئوریک بحث آزادی مارکس اینجا اینجا بشکافیم بعد در طی پرسش و پاسخ اگر خواستیم میریم اونجا وگرنه که در طی این مطالعه این کتاب ها به خصوص نقد فلسفه حق هگل و مسئله یهود خیلی فرصت کافی خواهیم داشت که بپردازیم به مقایسه و احتمالا بررسی انتقادی مارکس از لیبرال های مثل جان سوارد میل و اگرچه اون زمان آیزی برلین نبوده ولی آدم هایی مثل آیزی برلین که حرف مثل اون میزنن و کلا لیبرال متفکرهای لیبرال از یه طرف و متفکرهای دموکرات مثل روسو تا حدودی هگل چون هگل ترکیب میکنه لیبرالیزم و دموکراسیو و کانت مثلا اینا اینه که ببخشید اگر این امروز مستقیما به اون مسئله که وعده داده بودیم نمیپردازیم ولی مربوطه مبنای تئوری اونه به تصور توی اون جلسه قبل ما یه مقداری صحبت کردیم راجع به این که نظر مارکس راجع به ماهیت انسان چیه گفتیم که مارکس معتقد ماهیت انسان این توانایی خودآفرینی توانایی خلق خودش و خلق جهانیه که توی اون زندگی میکنه و بعد بحث کردیم که شرایطی که لازمه برای اینکه این امکان به واقعیت تبدیل بشه یعنی امکان انسان به خدا شدن به خلق خودش به آفرینش جهان تبدیل بشه به یه واقعیتی و این امکان تحقق پیدا بکنه اینه که آزادی باشه توی پرسش و پاسخ یعنی, یعنی آزادی شرایط امکان تحقق خلاقیت و خودآفرینی انسان توی پرسش و پاسخ هم تا حدودی تونستیم این مسئله رو یه ذره بشکافیم و ابعادش رو بررسی کنیم اونجا که اونجا دیدیم انسان از نظر بیولوژیک ضعیفه از نظر ژنتیک پروگرام نشده که بتونه توی محیطی که دنیا میاد سروایو بکنه بقا داشته باشه زندگیشو تداوم ببخشه برخلاف مثلا ماهی که خب از نظر بیولوژیک طوری برنامه ریزی شده که تو آب میتونه حیاتش ادامه بده یا نمیدونم مار تو صحرا میتونه چه میدونم جانورای گیاهخوار تو توی جایی که گیاه باشه جانورای گوشخوار اینجا خلاصه هر کدوم از موجودات برنامه ریزی شدن که توی محیط خاصی که دنیا میان بتونن زندگی خودشون رو تداوم ببخشن انسان اینجوری نیست یعنی انسان نه چنگال تیز داره نه چربی زیر پوستش داره که مثل خرس تو قطب زندگی بکنه نه آبشش داره که بتونه توی آب زندگی کنه یعنی انسان اگر فقط بیاد به دنیا تو هیچ محیطی امکان بقا نداره حالا اگه هیچ اقراق نباشه خیلی شرایط سختی هست برای بقاش یعنی از نظر بیولوژی طوری برنامه ریزی شده که نتونه اتفاقا توی محیط بیاره در نظر چی کار میکنه؟ همین ضعف و همین ناتوانی و همین کمبود رو تبدیل میکنه به یه تخته پرشی برای اینکه به یه موجود خیلی یونیک و یگانه ای در پهنه هستی تبدیل بشه یه موجودی که چون نمیتونه تو هیچ محیطی سروایو بکنه اون محیطی رو که بقای اینو میتونه تضمین بکنه رو میآفرینه یعنی جبران میکنه این ضعف خودش رو با قدرت خلاقیت با قدرت آفرینش آفرینش چی آفرینش اون محیطی که بقای این موجود رو تضمین بکنه اون محیط چیه اون محیط طبیعته اجتماع و خودشه یعنی انسان هم خودشو میآفرینه چون گفتیم اون خودی که هست هیچ جا نمیتونه سروایو کنه پس یه خودی میآفرینه که بتونه بقای خودش رو تضمین کنه و یه محیطی میآفرینه که اون محیط بتونه به اصطلاح محمل تظاهر این توانایی باشه پس خود آفرینی اگه بخوایم یه تعریفی از انسان ارائه بدیم باید بگیم خود آفرینیه انسان موجودیه که خودشو می آفرین بقاشم منوط به این توانایی خود یعنی منوط به اینه که بتونه خودشو بیافرین ولی شرط اینی که بتونه خودشو بیافرینه چیه؟ شرط اینی که بتونه خودشو بیافرینه اینه که آزاد باشه به محضی که یه محدودیتی برای این توانایی قائل شده بشه یا یک چی یک نوع حدی تحمیل بشه یه, یک ممانعتی تحمیل بشه برای این اه, امکان خود آفرینی یعنی اگر آزادی به هر نوعی بخواد محدود بشه در واقع انسانیت انسان خدشدار میشه چی محدودیت بیشتر انسان کمتر انسان چون گفتیم مثلا انسان بودن یعنی این خلق جهان و خلق خود به هر وسیله این خلاقیت محدود بشه یا از انسان گرفته بشه انسانیت انسان ازش گرفته شد چون تعریف دیگه ای برای انسان نداریم نمیدون بگم انسان یعنی موجودی که دست و پا داره موجودات دیگه دست و پا داره. یعنی بینایی داره شنوایی داره حتی فکر کردنم که ماشین های کامپیوتری هم فکر میکنن هیچ کدوم از اینا انسان رو تعریف نمیکنه انسان یعنی خودآفرین یعنی خلاقیت که مستلزم آزادی بی قید و شرطه چون اصلا تعریف خلاقیت یعنی این یعنی تابع علیت نیست یعنی دیترمیند نیست تعیون پذیر نیست این علت خودشه نه علتی اینو به وجود میاد بنابراین خودانگیختگی و آزادی بی قید و شرطو علت العلل بودن به قول عرستو مال خدا نیست مال انسانه حالا خدا یعنی انسان انسانی که خودشو نشناخته توی موجودی خیالی خودشو میبینه ولی در واقع یعنی این یعنی دیگه هیچ علتی اونو تعیین نمیکنه اون تعیین کننده تمام علت اون علت همه علت هاست. حالا اینا رو برای چی داره مارکس میگه برای این داره میگه که انسانو اگر بخوایم ازش آزادیشو بگیریم ما انسانیتش رو ازش گرفتیم و این آزادی فقط به یه شکل خودشو نشون نمیده یعنی فقط این نیست که اگر اومدی یارو رو دستاشو بستی بردش کردی و گفتی که تو باید تابع اراده من باشی اینجوری آزادیشو میگی نه میتونی فکرشو بگی فقط در این جهت حق داره بده. حرف زدنش در اون جهت فقط میتونه تحقق پیدا بکنه لباس پوشیدنش رابطه زناشویش دوستیش کارش همه اینا میتونن در واقع به صورت از خود بیگانه برای انسان متحقق بشن یعنی انسان ممکنه که از امکان حرف زدن به صورت کاملا آزادانه محروم میشه و وقت کلامش بیگانه از انسانیتش میشه انسان میتونه فکرش ازش بیگانه بشه و وقت شروع میکنه به توجیه مناسباتی که خودشم قبول نداره یا اگه قبول داره خیلی تنگ نظران است یونیورسال نیست جهان شمول نیست ام... یعنی انسان به صور مختلفی میتونه از این امکان خلق خودش و خلق جهان بیگانه بشه و همه این صور مبتنی بر سلب آزادی که قید شرطش هست یعنی یکی از جاهای خیلی عجیبی که آدما بهش اتفاقا فکر نکردن که انسان میتونه از خودش بیگانه بشه و مارکس خیلی به اون توجه میکنه پروسه کاره یعنی مارکس برای ما توضیح میده تو دست نوشته ها توضیح میده تو گروندسه میگه تو کاپیتال میگه خیلی جا میگه ولی منظور من اینجا یه نکتشه که خیلی مهمه وقتی مارکس از عدم آزادی و قیادت انسان و بیگانگی انسان از جریان آفرینش هستی صحبت میکنه فقط راجع به این نیست که محصول کار من از دست من رو بوده میشه فقط این نیست که یه نفر منو استثمار میکنه یعنی من یه چیزی رو تولید میکنم اون مصرفش میکنه و استفاده میکنه و لذت ازش میبره این فقط یه جنبه از بیگانگی در عرصه کاره اون جنبه دیگه که به نظر من خیلی مهمه شاید مهمتر از اینه بیگانگی از روند کاره یعنی من در جریان خلق جهان در پروسه کار از صبح تا شب اون اعمالی که دارم انجام میدم اون اعمال از من بیگانه هستن یعنی من تصمیم گیرنده و قانون گذار دنیای خودم در عرصه عمل توی کار نیستم من دارم دستم رو تکون میدم ولی در واقع اراده کسی دیگه است که داره به من میگه دستو اینجوری تکون بده من دارم به یه جایی نگاه میکنم ولی در واقع منی که داره نگاه میکنه من نیستم من صاحب کارم و درونی کردم اونجوری و اون جایی رو نگاه میکنم که اون به من دستور داده نه اینکه مستقیم من به من میگه از طریق ماشین اینو به من القا میکنه من پشت کامپیوترم نشستم با همون سرعت و به همون شکل و راجع به همون موضوعایی که سرمایه داره میخواد دارم عمل میکنم در نتیجه من دارم عمل میکنم ولی من نیستم پس خلاقم ولی خلاقیت من از من بیگانه شده اگرچه نوع انسان در واقع هنوز داره خلق میکنه جهانو ولی این نوع در وجود من فرد من کارگر متبلور نیست یعنی من دارم خلاقیت نوع رو تحقق میدم خود آفرینی نوع انسان گونه انسان سپیشیست ولی کن من فرد محرومم از اینی که در این خلاقیت حضور داشته باشم مثل این میمونه که نیمه خوابم هیپنوتیزم شدم مثل اینی که من یه ماشینی هم که بهم گفتن اینجوری کار رو بکن و من دارم میکنم خب حالا منظورم اینه که یعنی آزادی در یه عرصه و دو عرصه نیست که از انسان گرفته میشه به خصوص توی سرمایه داری تو هیچ نظام دیگه ای اینطور نیست که آزادی به این صورت ظریف از انسان گرفته بشه که خود آدمه هیچ وقت ندونه که آزادیش گرفته شده یعنی تو پروسه کارم اگه از من بپرسین که آقا تو خیال میکنی که برده اینجا یا اینه که داری کار میکنی میگم نه من خیلی خوبم دارم کار میکنم معلومه پکی کی برده من کسی برده نیست اینجا کی تصمیم میگیره خب من تصمیم میگیرم دیگه صبح اومدم سر کار دارم کارم انجام میدم چرا این پیچ اینجوری پیچوندی خب برای اینکه باید اینجوری قانونش اینه فلان بدم یک عالمه توضیح دارم که بگم که من خودمم ولی آخر منی وجود نداره اصلا فردیتی وجود نداره من ابزار دست نیروهایی هستم که به نظر این پرسنال غیر شخصی میان و آزادی منو سلب کردن و راه رهایی من از این هم نادانی قفلت یعنی راه رهایی من از این قفلت و در این حال راه اینی که من از این زندان اصلا رها بشم بتونم خودم رو تحقق بدم بتونم دوباره آفریدگار دنیایی بشم که در زندگی میکنم و آفریدگار خودم باشم اینه که این مناسباتی که منو از پروسه کارم جدا کرده از روند کار جدا کرده و از طریق مالکیت خصوصی انسانیت منو به انقیاد انقیاد در و در اختیار در به اختیار کسی دیگه شد کسی دیگر رو مالک اون قدرت خود آفرینی من کرده این مناسبات من باید از بین ببرم بنابراین اگر بخوایم بگیم که مارکس از کمونیسم به ضرورت آزادی میرسه یا از آزادی به ضرورت کمونیسم میرسه به نظر من از آزادی به ضرورت کمونیسم میرسه یعنی معتقده که کمونیسم بهترین جلوه تحقق آزادی انسان و توانایی خودآفرینیشه توی کمونیسمی که انسان موفق میشه این توانایی رو دوباره در اختیار خودش بگیره نه اینی که به صورت مالکیت و خصوصی در اختیار عده معدودی قرار گرفته باشه بنابراین از اونوری با حرکت از تئوری آزادی و که مربوط میشه به ماهیت انسان مارکس میرسه به اینی که ما احتیاج به کمونیسم داریم کمونیزمی که میتونه این پتانسیل ما رو آزاد بکنه و ما رو از این زندانی که توش اسیریم و نمیذاره که این تواناییمون به یه واقعیتی تبدیل بشه آزاده و وقت تو این رابطه به نظر من یه سری چیزهای دقیقی ریزی هست که متاسفانه از زمان خیلی قدیم از زمان خود مارکس شروع شد که به مارکس نسبتش بدن به عنوان ماتریالیزم و عینی گرایی و سیر تاریخ و این بحثایی که در واقع درست مقایر با این چیزیه که مارکس میشه گفت مهمترین کشفش بوده و البته هر متفکری که مثل مارکس اینقدر بدیه حتی اونایی که خیلی کچیکترن مثلا مثل کانت یا هگل یا فیخته یا مثلا چه میدونم فروید وبر حتی اونا هم خیلی بد فهمیده میشن که, که مثلا به نظر من مثلا انگوش ای مارکس هم نمیشن یعنی اینقدر بحثشون اونا یک یه جنبه کوچیکی رو گرفته و یه محدوده کمی رو میپوشونه که خب امکان بد فهمیش خیلی کمتره ولی اونا هم بد فهمی میشن مال مارکس تقریبا تمام مبانی تفکر و نه فقط تاریخ فلسفه تاریخ اندیشه رو به نقد میکشه مارکس در نتیجه امکان اینی که بعد فهمیده بشه خیلی زیاده چون خیلی نوعه یعنی همه چی هر چی که میگه جدیده به اضافه اینی که مارکس متفکر نیست مارکس انقلابیه و نظرش معطوف به تغییر جهانه و معتقده که آدینسش اونایی که حرف مارکس معطوف به اونها هست آدمایی نیستن که صرفا متفکرن اگرچه به اونا هم توجه داره اون دسته ای از اونایی که واقعا روشن فکرن یعنی آزادی اندیشه و خیال رو میخوان بدون هیچ قید و شرطی ولی بقیه آدما الزاما مارکس همچین نظرش نیست که من به دانشگاهی ها به فلاسفه به اقتصاددونا حقوقدانا به اینا راجع باشه حرفم مارکس میخواد با انقلابی ها با کسایی که پتانسیل تغییر جهان رو و دل درداشنایی دارن برای آزادی انسان کار میخوام بکنن برای همین این توی کلامش هم منعکسه یعنی مارس این بحثایی رو که میکنه که ما میتونستیم به راحتی اینو به زبون فلسفی بگیم یعنی خیلی راحت میشد این حرفا رو به زبون فیخته به خصوص ولی به زبون کانت هگل چه میدونم شوپنهاور اینا گفت ولی کن اگرچه اون آسونتر فهمیده میشد برای که ما آشناییم آشناتریم با اون زبون ولی مارکس اینا رو به زبونی میگه که زبون انسانیه که گرفتار این در جریان و میخواد خودش رو آزاد کنه پتانسیل آزادیشو رو داره برای همین به ما خوب توضیح نمیده که اینجا من دارم مثلا دارم با بحث ایدالیسم استلایه کانت مقابله میکنم اینجا دارم من مسئله ایده ای که خودشو میآفرینه تو هگل رو میگم یه ذره توی دست ها میره اونجا اونم بازم نه زبون هگل میخواد بگه که چرا زبون هگل زبون غلطیه و فلسفه هگل انسانو به بیراهه میکشونه و باید اگه میخوایم از هگل استفاده کنیم و اول ترجمهش کنیم به این زبونی که من دارم صحبت من یعنی مارکس دارم صحبت میکنم زبونی که انسان توش گم نمیشه همین کار رو بعدا با نقد اقتصاد سیاسی میکنه نمیاد به زبون آدم سمیت و ریکاردو صحبت بکنه میاد اون زبون رو ترجمه میکنه به مسائب بشر به بدبختی های طبقه کارگر و توانایی های طبقه کارگر و بعد نشون میده که این تضادایی که توی تئوریای این آدم ها هست در واقع تضادای طبقاتی و مبارزات اجتماعی حالا توی این بحث ما هم پرگویی کردم می منظورم این بود که بگم این بحثایی که برای ما مطرح شده از زمان عمدتا انترناسیونال دو اه... نمیگم یه توتعی نبوده بدفهمی بوده برای اینکه همه اونا توانایی درک این بحث عمیق مارکس رو نداشتن خود مارکس هم یه جاهایی ممکنه لغزیده هر آدمی که نوآوری میکنه همیشه هم دقیقا همون حرف خودشو نمیدونه حتی به خیلی وقت آدم حرف رو نمیفهمه برای خود ما هم پیش میاد در نتیجه ممکنه خود مارکس باشه تو انگلس بیشتر و بعد توی انترناسیونال دو دیگه تبدیل شد به تئوری قالب یعنی این حالت عینی و انگار یه سرنوشتی برای بشر رقم زده شده که هیچ راهی نداره فقط هنرش اگه خیلی بکنه اینه که بفهمه که این سرنوشت چیه اسمش هم گذاشتن قوانین عینی تاریخ قوانین عینی اقتصاد قوانین عینی انقلاب همه چی قوانین عینی داره اصلا این عینیت یعنی چی حالا نمیخواد مارس خ تو, تو کانتم بخونین میفهمی تو هگل که خیلی اینا همه اومدن گفتن آقا عینی به معنی این نیست که یه جهانی صد درصد مستقل از انسان وجود داره اصلا این الان تو ایران خوب ترجمه براش کردم میگم برونیستا یعنی یه بخشی از وجود من که بیرون از من تحقق پیدا کرده و در مقابل من قرار گرفته ولی به این معنی نیست که اون قائم به ذاته خودش داره میره منم کاری نمیتونم بکنم تابع و مقهور اونم اینطوری نیست برونیستا یعنی اینی که از درون من اومده در مقابل من قرار گرفته آره به این معنی عینیه یعنی وجود خارجی داره ولی وجود خارجیش تبلور و تجسم منه من انسان نه اینی که خودش همینجوری برای خودش داره عمل میکنه یه, یه قانونمندی های مرموزی وجود داره که در هستی هست و کی به وجود آورده اینا رو؟ این اینکه باز شد همون جریان مال خداپرستی برای همین مارکس وقتی که از عینیت صحبت میکنه که منظورش همین برون ایستاییه اینه که انسان خلق کرده اون جهان اون جهان عینی رو اون جهانی که به نظر میاد مستقل از ماست در واقع فقط تحقق توانا، توانایی ها و امکانات خود ماست و ما اگر از خودمون بیگانه نباشیم میتونیم این جهان رو اه... نه که برش احاطه پیدا بکنیم درش زندگی کنیم این میشه خانه هستی یعنی این جهان خونه منه این جهان کاشونه منه این جهان خود منه که تحقق پیدا کرده حالا آمده بیرون جلو من وایساده ولی جلو من وایساده معنیش نیست که یه چیزی مستقل از من و بر من حاکم باید باشه این فقط سمره بیگانگیه که بر من حاکم شده اگر آزادی رو از بین نبریم، آزادی بی و شر من همیشه میتونم این جهان رو و این یه جهان دیگه ای که احتمالاً از اینم بهتره یا متفاوته یا بیشتر میتونه شرایط تحقق منو فراهم بکنه رو بیافرینم بنابراین همون جهانی که وجود داره یعنی طبیعت و اجتماع همون جهانی که در من مکنون پنهان در زوایای وجود من هر دو انسانن و این انسانیت برای اینکه تحقق پیدا بکنه احتیاج به آزادی داره و اگه آزادی باشه این یه جریان ناتموم یعنی پایان ناپذیره همیشه هر بشری میخواد و میتونه دنیایی رو که براش مناسبتر و زیباتر و حیجان انگیزتر و ستیسفایندتره یعنی هم خوشاینده هم ارضا میکنه تمایلاتشو میتونه بیافرین البته با کمک انسانهای دیگه یعنی انسان به عنوان نوع میتونه این کپاسیتی این ظرفیت خودآفرینی رو تحقق بده نه به عنوان فرد تنها البته از اون برش هم هست به این معنی باز مارکسیزم آمیانه انترناسیونال دو این نیست که فرد هیچ اهمیتی نداره و باید تبدیل بشه به جمع خودشو مستحیل بکنه در جمع نه این سوسیالیزمی که مارکس میخواد نیست مارکس اتفاقا با این نوع سوسیالیست ها خب یه نقاط مشترک هم داشته ولی انتقادم داره خیلی انتقاد جدی هم داره معتقده که فرد محمل تظاهر نوعه همونطور که نوع شرایطی رو فراهم میکنه که هر فردی بتونه این توانایی نوع رو در زندگی روزمرش متبلور بکنه برای بنابراین این دوتا هر کدوم حذف بشن باعث میشه که بازم اون خلاقیت از بین بره چه فرد وادار بشه که خودشو پاک بکنه که فقط جمع باشه آینه جمع باشه خب وقتی دیگه این یگانگی که گفتیم خلاقیت دیگه خلاقیت یعنی اینی که خلاقیت من با خلاقیت شما کاملا فرق میکنه دیگه اگر شد مثل هم خلاقیت نیست میشه فوتوکوپی یه تابلوی زیبای نقاشی ارزش هنریش در اینه که یونیک باشه مال یه شخص باشه مال شما باشه اما اگر شما نقاشیتون عینم فتوکپی نقاشی هزارون نفره دیگه باشه به دقت اونو تونستین کپی بکنی و هیچ چیزی از وجود خودتون درش نیست دیگه اون ارزش هنری نداره نقاشی حساب نمیشه شما یه کار تکنیکی خیلی خوبی انجام دادین ولی خب میشه یه ماشینی رو پروگرام کرد که همین کار انجام دارید. همینطور تو همه ارسا کار انسانم باید اینجوری باشه چه میدونم صحبت انسان باید اینجوری باشه همه چیز رابطه عاشقانه انسان یه رابطه یه یگانه است یونیکه فقط برای اون دوتا آدمی که عاشق هم دیگه هستن و رابطه رومنتیک دارن این معنی داره و خودشو نشون میده نه اینی که هر آدمی با هر کسی دیگه یه عاشق شد اینی همین میشه اون دیگه عشق نیست اونم میشه یه چیزی که تو سرمایه داری بسته بندیش میکنم میفروشنش به عنوان کالا بنابراین میخوام بگم که چه فرد چه جمع باید هر دو بتونن تحقق خودشونو با تکیه بر آزادی بیقید و شرط عملی بکنه و اگر مانعی در این راه وجود داشته باشه نشون دهنده اینه که انسان از خودش بیگانه شه خب حالا ما تا اینجا میتونیم بگیم که خیلی به صورت فشرده و همینجوری نکته وار خطوط عمده تئوری آزادی مارکس و, و رابطه این تئوری آزادی و با درک مارکس از ماهیت انسان و بیگانگی انسان از خودش از این ماهیت یه مقداری بررسی کرد همونطور که گفتم این مقدمه به دلیل مقدمه بودنش یه مقداری انتظاییه و احتمالا به نظر میرسه که از تجربه روزمره دورتر باشه تا حدود زیادی هم درسته یه مقداری از تجربه روزمره دوره ولی اگه به کتابای تئوری که مارکس هم ما مراجعه بکنیم مارکس روشش اینجوریه یعنی اول از انتظاعی ترین سطح بررسی مقولات و احکام شروع میکنه و معتقده که اینا مبادی و پایه های بحثشن بعد آروم آروم بحثش کانکریکتر مشخصتر انزمامیتر میشه خب و بالاخره آخر بحث موقعی که میخواد نتیجه گیری کنه تقریبا میرسه به توصیف امپیریک و ذکر وقایع یعنی اصلا بعضی وقتا توی کاپیتال ما ببینیم که این از انتظایی ترین مفاهیم مثل ارزش کالا کار مجرد کار مشخص این قبیل مسائل خب خیلی انتظایی از این مسائل شروع میکنه ولی تو آخر کاپیتال که مثلا میرسه به چیز میرسه به مسئله انباشت بدوی اونجا داره قشنگ وقایعی رو برای ما توصیف میکنه که به چشم همه اومدن یعنی میگه که سرمایهداری در یه مردابی از خون و چرک متولد شد فکر نکنین چقدر عالی بود و به تئوری سوژه سو سو سابجکت فائل دانا رسیدن و انسان رو گفتن آزاد بشه و بعد گفتن هم همه باید از این آزادی بهره بگیرن و حقوق برای همه باشه یه مش داستان پردازی که بوجرازی کرده که به ما توضیح نمیده که انباشته بدوی دست آدم ها رو قطع میکردن اگه یه کسی تو خیابون بود از ده خودشون رونده بودن زمینشون کرده بودن چراغا این بیچاره های ده خانه رو فرستاده بودن تو شهر کار براشون نبود میگرفتن یارو رو شلاق میزدن به صلیب میکشیدن دست و پاشو قطع میکردن اگه میگفتن تو بلگردی چه بلگردیه چه کار بکنه این بعد که شما آوردینش اینجوری طبقه کارگر ساختن یعنی اینجوری مجبور کردن آدما رو که به قیادت سرمایه تم بدن هر نوع کاری رو قبول بکنن برن تو کارخونه دوازده سیزده چارده پونزه ساعت کار بکنن کاری که نمی نمیدونستن چیه قدیم این آدم یه دهقانی بود یه کرامتی داشت خیال میکرد یه چیزی بلده اقلا دو تا شخ زدن رو میدونست میشناخت ها و حیوانات و فلان الان فرستاده بودنش یه جایی گفتن این پیچو بپیچو اول و آخر این کار مثلا معلوم نیست به تو هم نیست که اصلا بدونی و اینقدر بپیشون تا دست در کار بیفته اگر هم نکردی بلگردی نمیخوای خوب کار معلومه نداری میبریم به تو گداخونه و خونه. وادارت میکنیم اینقدر بدبختی بکشی که متوجه بشی که این کار رو باید قبول بکنی یه, یه چیزهایی داشتن حالا من نمیخوام هاشه برم ولی یه چیز مهمیه چیز جالبیه تو جامعه شناسی کار آدم میخونه یه جاهایی داشتن که مثل حوز بود آب هی توش میریخت تا پر بشه بره از سر این آدم بره بالا خفش کنه بعد اونجا یه چیزی مثل پارو وجود داشت که این آدم باید همینجوری پاروها میزد که این آبایی که میریزه بریزه بیرون تو حوض بغلی که این نرسه به اینجایی که خفه بشه و اگر نمیتونست این کار ادامه بده خفه میشه بعد میگفتن اینجوری داریم ترینش میکنیم طبقه کارگر میسازیم ورکتیکس بهش یاد میدیم یعنی با یه ستم بیپایانی این نظام به زور حقنه شد به زور به مردم تحمیل شد بعد اسمشو گذاشتن نظامی که مبتنی بر ورکتیکس و آزادیه و هر فردی هر کاری که میکنی مبتنی بر قرارداد از این حرفای پرد خب ولی حالا این, این هاشیه رو هاشیه هم نبود در واقع میخواستم بگم که مارکسی که از اون مقوله های انتظایی مثل ارزش و مبادله و قرارداد و این چیزا حرکت میکرد فرق نیروی کار و کار و از این جور مسائل کار انتظایی کار مجرد کار مشخص از این حرفا که خب خیلی انتظاییه مارک از اونجا حرکت میکنه آخرش میرسه به, میرسه به توصیف یه جریان های تاریخی مشخص و امپیریکی که نمونش این اینیه که خدمتون عرض کردم که چجوری دهخان ها وادار شدن در جریان انباشت بدوی شیوه زندگی طبقه کارگر رو نه فقط اتخاذ کنن اصلا بخوان یا اینه که چجوری این دهخانا این توده عظیم دهخانا از زمین رونده شدن قانعشون کردن گفتن بیان بریم تو شهر شهر بهتره یا اینی که اومدن دور زمین های اینا رو حسار کشیدن و زمیناشون رو به چراگاه تبدیل کردن و به زور اینا رو فرستادن از سرزمینشون از خونه و کاشونشون بین بی خانمونشون کردن که مارکس میگه توی اونجا مارکس نمیگه نقل قول میره از مر میگه که در واقع گوسفنده آدم ها رو میخوردن یعنی اینا همه وقایع تاریخیه که در واقع تبلور همون تئوریه یعنی اون بحثای انتظایی نشون میده که عاقبت این جریان ها چیه و بعد میره توی تاریخ که به ما نشون بده که آره چطور این قضیه انجام شده یا تو توصیف امپیریک مارکس یه عالم مصاحبه داره با این کسایی که میرفتن با کارگرا حرف میزدن و بررسی میکردن و بازرس بودن این برای اینکه میخواد بگه دقیقا توی کارخونه چی میگذره و اون تئوری خرید و فروش آزادانه نیروی کار و بیرون کشیدن اضافه ارزش از, طب... از کارگر چجوری خودشو نشون میده توی زندگی روزمره و امپیری که یه کارگری که داره تو کارخونه کار میکنه و رابطهش با اون آدمی که بالا سرشه چیه و غیره و از اینجاست که تئوری انقلابی مارکس شکل میگیره دیگه یعنی وقتی که میگه آزادی مارکس بحثش راجع به آزادی خیلی فرق میکنه با بحث لیبراله چرا فرق میکنه؟ برای خاطر اینه که وقتی مارکس میگه آزادی منظورش اینم هست یعنی این کارگری که توی کارخونه تمام لحظات زندگیش به وسیله کسی دیگه ای تعیین شده و آزاد نیست که حتی سرش یه طرف دیگه به چرخونه یه لحظه بره دستشویی یه جای دیگه نگاه بکنه یا یه حرفی بزنه که یه موقعی هم یه حرفی بزنه که مال خودشه این لغو آزادی سلب آزادی سرکوب آزادی با حکومت قانون و برقراری لیبرالیزم پارلمنتار از بین نمیره اصلا کاری به این نداره اون راجب یه چیزی دیگه داره حرف میزنه منی که از صبح تا شب باید یه پیچو به پیچو نه آزاد نیستم که به صورت انسانی زندگی بکنن حالا شما هر قانونی میخوای بگذرونی بگذرون که در اینجا باید تمام تفاوت های شخصیتی و جنسیتی و عقیدتی و فلان محترم داشته بشه جامعه باید به هیچ وجه در امور داخلی کسی دخالت نکنه مگر با اجازه خودش خب اینا خیلی جالبیه و خوبم هست ولی ابسترکت این تئوری لیبرال مربوط به جامعه ای نیست که توش آدما مجبورن برای گذرون زندگیشون خلاقیت خودشون رو زیر پا بذارن و لگد مال کنن خودشون رو بفروشن یعنی نیروی کار خود آدم دیگه سابجکتیویتی منه یعنی همون تئوری سابجکت زیاد سرتایی نداره کدوم سابجکت منی که از صبح تا شب باید فقط حرفی رو بزنم و کاری رو بکنم و عاطفه رو در خودم تجربه بکنم که یکی دیگه به من دیکته کرده سابجکت چیه من کجا فاعل اعمال خودم من کجا فاعل شناسایی حتی اگه من دارم تحقیق میکنم دارم در واقع به عنوان دست و پای یه محقق دیگهی که خودش سرمایه داره و حوصله کار تحقیقی نداره رو من دارم انجام میدم در واقع من چشم و گوش و مغز اونم تا به عنوان نیروی کار ابسترکت دارم عمل پس اینا یعنی وقتی مارکس انتقاد میکنه نه چون آدم بد اخلاقیه یا خوشش نمیاد از اینا مارکس میگه بابا اینا یه محدودیت های ذاتی این تئوری هاست که بعد در نهادهای اجتماعی خیلی مشخص در خودش نشون میده یعنی لیبرالیز با این که حرف اساسیش درسته که هر فرد باید از دخالت نابجای جمع در امورش ایمن باشه خیلی حرف عالی ولی چون انتظاییه چون ابسترکته و وارد روابطی نمیشه که فیل واقع آدم ها دارن توی جامعه سرمایه داری دست به ترکیب اونا نمیزنه که هیچ خودش زامن حفظ اوناست یعنی کانت مثلا خیلی اصرار داره که به ما نشون بده که ای سوشل سوشیبیلیتی در سرمایه داری اون که نمیگه سرمایه داری. در دوران مدرن هست و این نوعی از آزادیه که خیلی خوبه یعنی همه میگه همه آدما باید آزاد باشن هیچ کس باید وسیله نباشه او چقدر حرف جالبی خوب خیلی خوب حرفیه خیلی هم درسته منتها اون میگه که خب پس وقتی که یکی با یکی دیگه داره کار میکنه استخدامش کرده چی وقتی یک کسی به یک کسی چیزی میفروشه از کسی یه چیزی میخره چی؟ این که از دیگری یا از یه بخشی از وجود دیگری به عنوان وسیله استفاده کردی میگه آره ما فقط در یه زمینه اون اصل و رعایت خواهیم کرد و توی اون زمینه ای سوشال که من به نظرم باید بگیم انتای سوشال من متاسفانه آلمانی بلد نیستم نمیدونم این لغت درستش چیه ولی فکر میکنم باید بگیم آنتی سوشال سوشیبلیتی یعنی همه ما آزادیم که از دیگری برای رسیدن به قایات خودمون استفاده کنیم ولی این حق رو برای دیگری هم قائلیم که اونم از دیگری به عنوان وسیله برای رسیدن به قایاتش استفاده کنه و همه از هم دیگه این کار بود یه استفاده رو بکنه در نتیجه بحث مارکس نقد وقتی به لیبرالیزم مثلا نقد میکنه اینه که میگه حرفش چیش خوبه اون کنه حرف حرف درستیه اون, اون همون دیزایر بشر برای آزادی که این یه چیزیه که سرکوب نشدنیه یعنی چون گفتیم اصلا بشر یعنی منتها سعی شده این در یه بیان و در یه شیوه اینستیتوشنال یعنی نهادینه شده ای گنجونده بشه که فقط بتونه در خدمت یک مناسبات خاص اجتماعی اقتصادی یا سیاسی حقوقی و یک قشر معینی از اجتماع قرار بگیره نه کل بشر اینه که یه هم چیزی پرت بلای توش در میاد که میشه لیبرالیزم پارلمنتار یا سیستم نمایندگی به همین ترتیبم هم مارکس این چیزو داره در رابطه همین نقد داره در رابطه با تئوری دموکراتیک مثل روسو که اونا خب خیلی با دارن. اونا میگن انسان انسانیتش در اجتماعیتشه در اینه که با جمع باشه در اینه که غم انسانهای دیگر رو بخوره و شرکت کنه در زندگی اجتماعی در زندگی آدمای دی... آدم دیگه یعنی برعکس لیبرال که میگن باید آدم های دیگر رو کنار بزنیم نذاریم دخالت کنن توی زندگی ما دموکرات دموکرات ها معتقدن که ما اتفاقا زندگیمون انسان بودنمون منوط به شرکت در حیات اجتماعی در زندگی دیگران و باید همیشه دنبال برقراری نهادها و مناسبات اجتماعی باشیم که این شرکت رو بیشتر و بیشتر امکانش رو برای ما فراهم کن منطقه مارکس میگه خب با اینی که باز در اینجا هم ما با یه هسته منطقی و درستی از بحث مواجه هستیم و یه آرزوی دیرینه انسان چون انسان فقط گفتیم در رابطه با نوعه که میتونه خلق کنه جهان خودش رو آفریدگار خودش باشه و این بحثم اینه که به جای نوع حالا میگه جمع، معمولاً همون اینه یعنی هسته این بحث درسته ولی اینی که ما فقط در صورتی میتونیم انسانی زندگی کنیم که بیانگر خواستهای جمع باشیم یه شورت کامینگ و یه نقیصه بزرگو پنهان میکنه که اتفاقا این شیوه نگرش اخشار میونیه حالا امروز بهشون میگیم خورد برجوازی هم خورد برجوها دهکانا اخشار میونی که هم میخوان این خلاقیت و این خودانگیختگی برای انسان نگه داشته بشه و معتقدن که جوری که میتونه نگه داشته بشه اینه که آدم بتونه از همیاری و همکاری بقیه آدما بهره ببره در رابطه با اونا اینو تحقق بده هم در این حال میخوان که هیچ فردی کاملا نتونه خودشو از قیادت هر نوع نظم بیرون از خودش آزاد بکنه برای اینکه خود اینا هم یه بخشی از اون نظم غلط که در مالکیت خصوصی کوچیک منعکس میشه رو میخوان نگه دارن در نتیجه یه جایی میگن دیگه آزادی نباشه آزادی لغو مالکیت الغای مالکیت خصوصی برای اونها خوشایند نیست بنابراین یه نوعی از مالکیت یعنی یه نوعی از برقراری نظمی که در اون همه آدما میتونن شرکت بکنن ممکن نیست یه نوع شرکتیه که فرد در واقع در اون شرکت نداره خیلی چیز عجیبیه یعنی من با تبدیل شدن با پاک کردن حضور خودم و تبدیل شدن به آینه صرف جمع در واقع یه نوعی از خلاقیت که مستلزم آزادی بیقید و شرط هست رو دارم خودم و ازش محروم میکنم و محروم کردن از آزادی بی قید و شرط برای اینه که بتونم یه جایی یه قید و شرطی بذارم به آزادی یعنی یه جایی بگم اینجا دیگه حریم امنیت منه اونم مالکیت خصوصیه حالا اینو مفصلا وقتی که راجب به تئوری حقوقی یعنی نقد مارکس به تئوریای حقوق و بخصوص به خصوص به هگل وقتی اونجا بحث میکنه ما اینو مفصل توی نارو فلسفه حقه هگل بهش میپردازیم ام... ام... در نجه وقتی که ببخشید من مثل که دوباره یادم رفت که ما ما یه ساعت صحبت کردیم بنابراین من من اینجا بحث رو فکر میکنم به بندم وقت توی و جواب هی بازترش میکنیم فکر کنم وقت من تموم شده فقط یه نکته رو من بگم که همین قضیه ای که داشتم راجبش بحث میکردم که این وقتی که مارکس راجب مبانی که نظرش بحث میکنه اونجا مارکس یه فلسفه جدیدی درست نمیکنه چون مارکس معتقد تمام این اشکال خشک و متحجری که اندیشه بشر رو قالب بندی کردن چه تو دوره ما قبل مدرنش که عمدتا به صورت مذهب و تیولوژی است کلام مثلا یا فلسفه که خود فلسفه در واقع فیالوژی هست که به زبون سکولر بیان شده چه تو دوران مدرن که دوره انفکا که دوره دیفرنشیشنه و علوم مختلف از همدیگه جدا شدن اینا همه بیان از خود بیگانگی انسانه مارکس هیچ وقت یک کتاب اقتصادی ننوشته یه کتاب حقوقی ننوشته یه کتاب فلسفی ننوشته مارکس نقد به فلسفه داره به خصوص نقد به فلسفه هگل و یه خورده وسیتا نقد به ایدالیزم آلمانی فلسفه کانت و هگل و فیخته و اینا خیلی روش تاثیر داشتن تاثیر داشتن اون وقتی میگیم نقد منظور نیست که گفته اینا رو بریزیم تو آشغال دونی ولی نقد میکنه یعنی محدودیت رو نشون میده نکات مهمشون رو در میاره و ضمنا ترجمهش میکنه به زبون آدمی زادی یعنی نقد به فلسفهش یه فلسفه جدید نیست با زبان فلسفی نقد به فلسفه مارکس اومانیزمه شما توی نقد به فلسفه هگل توی آخر دست نوشته ها دقیقا میبینین که چطور مقوله هایی که هگل به کار برده رو چه توی منطق هگل چه توی فنومنالوجی مارکس اومده ترجمه کرده به زبون انسانی و نشون میده که اینا بیانگر چه نوع مبارزات انسان ها هستن یا توی چیز توی کتابایی که نقد به اقتصاد سیاسی نه اقتصاد سیاسی تو شوروی همه رو ترجمه کردن اقتصاد سیاسی مارکس اقتصاد سیاسی نداره این همه کارش نقد به اقتصاد سیاسیه بعدم که اونا چرخیدن راست شدن گفتن این مارکس زیادی اکونومیست بوده بابا این از اولش میخواست انتقاد کنه به این قضیه کتاب های مارکس همه نقد به اقتصاد سیاسی کاپیتال هم هم و تمام نوشته های دیگه مارکس که تو زمینه نقد و اقتصاد سیاسیه نقده نه اینه که داره یه نوع اقتصاد سیاسی جدید و پایگذاری میکنه به همین ترتیب توی مسئله یهود نمیاد یه تئوری سیاسی حقوقی جدید پایگذاری کنه داره نقد میکنه حقوق و سیاست جدا از زندگی روزمره رو و نشون میده که چطور عرصه خصوصی از عمومی توی دوران مدرن از هم جدا شده تو دوران مدرن سرمایی داری و به این صورت میزرول بدبختی و فضاحتباری در اومده که هست و اسمشو گذاشتن حقوق اسمشو گذاشتن دولت اسمشو گذاشتن قوه مقننه مجری فلان اینا همه اینا رو ترجمه میکنه به زبون انسان یعنی از زیر این مقولات انتظاعی انسان رو در میاد همونطور که فویرواخ با خدا میکرد این کار میگفت خدا و توانایی های خدا یعنی انسان هرچی خدای تو قوی تره انسان ضعیفتره. هرچی خدا احاطه بیشتری داره انسان زلیلتر و بدبختتر و زیر دستره. انسانه که پروجکت میکنه یعنی فرافکنی میکنه توانایی و قدرت های خودشو به یه موجودی بیرون از خودش و بعد خودش میشه بنده اون توانایی که حالا به نظر میاد عینیه و بیرون از انسانه و قاهره و کنترل داره بر هستی فکر فکر میکنم من از وقتم وقتم گفتم وقتم واقعا بختم هست که اینجا آدم با شما رو خواهد صحبت بود چیز کنه دیگه به نظرم تموم شد اگه موافقین همینجا بحث رو میدیم بدیم بریم به سال خیلی ممنون